بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 16 حساب ما معرفی خواد کردیم تناسب و همچنان خواص. بعد از اون میگیم انواع تناسب که چند نوع است و در اخیر خواد پیدا کردیم یک جزء نامعلوم در تناسب. خب بدون وقت ضایع کردن میریم شروع میکنیم. کلمه تناسب زیاد شنیدین، معنای چی است؟ مساوی بودن دو نسبت را به نام تناسب یاد میکنن. وقتی کلمه نسبت تنها شنیدی، هدفش از نسبت هندسی است. وقتی که دو دانه نسبت هندسی که دیگه مساوی میشن، تناسب هم میسازن. فرض مثال اگر ما داشته باشم A بر B یک دانه نسبت هندسی است، یا بگیم یک دانه نسبت است، و دیگه دارم C بر D. وقتی که دو دانه نسبت که دیگه مساوی شوند، ایره به نام چی یاد میکنن؟ به نام تناسب یاد میکنن. خب ما بر شما یک مثال حقیقی و واقعی میدم. اگر داشته باشم 2 بر 3 و داشته باشم که 4 بر 6، اگر این اختصار کنم 1 4 4 2 4 ما ببخشید 2 2 4 3 2 6، 2 بر 3 شد پس نه. خی اینی می دادن نسبت که یکی دیگه مساوی است، اینی میره به نام چی یاد میکنیم؟ تناسب یاد میکنیم. صحیح است. فرض مثال یک مثال دیگه هم دادم میتونی. اگر داشته باشم 7 بر 3، 7 3 21 3 3 9، ببین اختصار کنی 3 3 9، 7 3 21، پس اون امور داد. خی اینه میام خودش به ذات خود چی است؟ یک دانه تناسب است. تناسب است. خب دو دانه نسبت هندسی یا دو دانه نسبت بگویم که یکی دیگر مساوی شوند، تناسب هم میسازند. خب اینال در تناسب اینی شکل و میشه است شناختین. اینی دو دانه عدد که در اینجا قرار داره A و D را به نام طرفین یاد میکنن. A و D به نام طرفین یاد میشه و B و C که اینی دو دانه دیگه است، ایره به نام وسطین یاد میکنن. B و C به نام وسطین. وقتی که میگه طرفین نظر میکنیم، تو بفهم که صورت کسر اول کده مخرج کسر دوم. اگه گفت وسطین کده یا جمع میکنیم، یعنی مخرج کسر اول کده صورت کسر دوم جمع میکنن. این بود یک تناسب معرفیش. خب یک نوت مهم است که باید ما شما بفهمیم. بخاطر تشکیل یک تناسب از روی نسبتش صورت مخرج ضرب عین عدد میکنیم. ضرب عین عدد ما یک دونه نسبت نشته میکنم 3 بر 5. بخاطر که ما تناسب زیر تشکیل بتم یک عدد خوشکو، هم صورتش ضرب کدش بکو، هم مخرجش کدش ضرب بکو. خینمی کسره که 3 بر 5 است، هم صورتش ضرب یک عدد مثلا ذهنت ما 9 مثلا، هم صورت ضرب 9 بکو، هم مخرج. چرا 9 رو ضرب میکنیم؟ هم در صورت هم در مخرج. بخاطری بایی خلاصه آنه چیز زیاد کردی و آنه چیز کم کردی. خب نو که ضرب صورت هم شد، ضرب مخرج هم شد، میشه که 3 9 ما 27 و 5 9 ما میشه 45. خیلی در نهایت میتونم گفته که 3 بر 5 مساوی است با 27 بر 45. خیلی 3 بر 5 با 27 45 اینه تناسبش بدست آمد. یک مثال دیگه میدیم، مثلا 2 بر 5 فرزن یک عدد خوش میکنی، هم صورت ضرب زمو عدد میکنی، هم مخرج، هم صورت هم مخرج ضرب عین عدد. ضرب در افت هم صورت هم میکنم هم مخرج. چرا عین عدد ضرب میکنی؟ بخاطر نه چیز اضافه کرده باشی و نه چیز کم. 2 هفت 14 و 5 هفت 35. خیلی در نتیجه 2 بر 5 مساوی است با 14 بر 35. این دو دانه که دیگه تناسبشان حاصل شد. باز هم یک مثال آخری دیگه میتونم. اگر داشته باشم که 21 بر 13، بخواهم تناسب زیر تشکیل بتونم، صورتم ضرب 2 مثلا میکنم، مخرجم 2 21 ما میشه 42 و 2 13 ما میشه 26. این تناسبش به دست آمد. اگر میخواستی تناسب مرکبش به دست بری، یعنی 3 دانه نسبت شه یا 4 دانه یا زیادتر شه که دیگه مساوی بکنی، باز هم عین کار سابقه میکنی. صورتم ضرب عین عدد، مخرجم ضرب عین عدد. خیلی پس ما ضرب 3 میکنم، 1 3 3 3 2 6 3 3 9 1 3 3. خیلی پس این دفعه من تناسب مرکبش تشکیل دادم. باز هم ساده میگم، بخاطر تشکیل دادن نسبت تناسب از روی یک نسبت، صورت مخرج ضرب عین عدد میکنی. میریم سر خواص تناسب. قبل از اینکه سوالایش کار بکنیم، مفهومش حال در کردیم که تناسب چی است. حالا میریم خاصیتایش میخوانیم. وقتی یک چیز را خوب یاد میری، خاصیتایش بفهمی. یک انسان وقتی خوب شناخته میدونی، خاصیتایش بفهمی.
اینمی انسان چی خاصیت داره؟ دیندار است، اعصاب خراب است، خوشخوی است. ای طرح کمک میکنه که اون انسان خوب بشناسی. اینجا هم خواص تناسب طرح کمک خواد کرد که خوب سوالایش حل کنی. گفته در یک تناسب حاصل ضرب طرفین همیشه مساوی به وسطین است. اگر یک تناسب داشته باشیم A بر B مساوی به است به C بر D یک تناسب است. اگر ما طرفین که یکی دیگه ضرب بکنم که A ضرب D است و همچنان وسطین ضرب بکنم که B ضرب در C است، ای دوتا همیشه که یکی دیگه مساوی خواد بود. در یک مثال براتون میگم 2 بر 3 یک دانه تناسب است. نسبت از تناسب شد تشکیل بدم عین عدد هم ضرب صورت میکنیم هم ضرب مخرج، 3 دویما میشه 6، 3 سیما میشه 9. این تناسبش. حال طرف اینه بگی ضرب بکو ببی آیا مساوی به واسطه این میشه. یعنی ما بر شما ثبوت نکنیم میگه خو واقعیت است، ولی بخاطر که باید ثبوت چه همه بازم یک چک میکنم در پیشورید. طرف اینه که دیگه ضرب میکنم 2 ضرب در 9 گفته که مساوی میشه با 3 ضرب در 6. آیا میگه راست است؟ 2 نویما 18 و 3 ششما 18. خیر راستی که می رقم است ای اپنه درست است که حاصل ضرب طرفین همیشه مساوی به وسطین است. سوال میگم خاصیت دوم، هرگو در یک تناسب جای طرفین و وسطین با هم تبدیل شود باز هم تناسب از بین نمیره. یک دونه تناسب داریم A بر B مساوی است به C بر D، یک دونه تناسب است. گفته اگر جای طرفین و وسطین با هم تبدیل کنیم تناسب از بین نمیره. اگر من تو یک کار کنم اینی A و D طرفین از جایشان را تبدیل بکنم D بر B مساوی به C بر A بکنم، و یا اتر نشتش کنم که A بر ام دفعه جای B و C را تغییر بدم C مساوی است به B بر D، سیز جای زیار تغییر دادم باز هم تناسب از بین نمیره، تناسب وجود داره. یک دونه یک مثال کار میکنیم 2 بر 3 باز هم دارم تناسب شد تشکیل میدم 4 بر 6. این دفعه جای از اینا رو تغییر میدم، دلت وسط این دلت طرف این ما طرف این تغییر میدم ببینیم چی گپ میشه. 6 ایجا آوردم 3 اینجا 3 خودش باشه 4 اینی در جای زور رفت و دیگه در جای زی کدام کار اضافه دیگه ما اجرا نکردیم. حال اختصار میکنم 1 3 3 2 3 6 1 2 2 2 2 4 دیده میشه که 2 بر 1 باز هم مساوی به 2 بر 1 است. باش سر چپ نشته کردم، مساوی به 2 بر 1 است. خیلی دیده میشه که باز هم تناسب وجود داره. خیلی ای خاصیت واقعا درست است بر ثبوت نی. هرگاه یک تناسب را معکوس بسازیم باز هم یک تناسب را ارائه میکند. A بر B مساوی به C بر D یک دانه تناسب است. ایره که معکوس بسازی، معکوس که بسازیم B بر A مساوی است به D بر C. این دانه را که دیگه دیگه ما چی کردم؟ یک تناسب بود ایره معکوس ساختم، معکوس که ساختم بازم وجود داره. ای خو شکل عمومیش بود به در یک تناسب واقعی ایره چک کنیم 3 بر 4 مساوی به 3 3 9 3 4 ما 12 این تناسبش تشکیل شد. ایره بگی اطرافش معکوس بکو، اطراف زیر ما معکوس میکنم میبینیم که چی اتفاق میفته. اطرافش که معکوس کنیم 4 بر 3 و 12 بر 9 اختصار میکنیم ببینیم که چطور حساب است. 3 3 9 4 3 12 4 بر 3 4 بر 3 خیلی پس دیده میشه که ایت مشکل وجود نداره، باز هم تناسب موجود است با وجودی که معکوس ساخته میشه. خاصیت چهارم گفته هرگاه به اطراف یک تناسب یک عدد بغیر از صفر را ضرب کنیم باز هم یک تناسب موجود خواهد بود. تناسب دارم A بر B مساوی از به C بر D، در اطراف از یک عدد ضرب میکنی صفر نباشد اگه هر عددی که بود، مثلا ضرب N میکنی، اتو یک چیز حاصل خواهد شد که A ضرب در N بر B و C ضرب در N بر D. این چیزی که جو اصل میشه بازم یک تناسب است. به خاطر وضاحت هرچی بیشتر من یک دونه تناسب جور میکنم 2 2 4 اینی تناسب شد. اطرافش ضرب یک عدد بکو، مثلا ضرب 3 میکنم، ضرب 3 که بکنیم 1 ضرب در 3 بر 2 مساوی به 2 ضرب در 3 بر 4. خب حالا که یاره ضرب بکنیم خواد داشتم که 1 3 3 بر 2 و 2 3 6 بر 4 اختصار میکنیم میبینیم که قابلیت اختصار داره
آ داره، 2 2 4 3 2 6، سی بر دو، باز هم تناسب بود، اینجا هم تناسب بود. نه یک اختصار کنیم، 1 2 2 2 4، با وجودی که من یک عدد در اطرافش ضرب کردم باز هم این تناسب وجود داره، این برات ثبوت شد. گفته هر قدر یک تناسب مخرج را با صورت ها جمع و یا تفریق کرده در صورت یا در مخرج قرار بدیم، باز هم یک تناسب وجود خواهد داشت. ببین تناسب از a بر b مساوی به c بر d، a را جمع یا تفریق کو از b در صورت قرار بده در دو تناسب، و یا a را با b جمع یا تفریق بکو در مخرج قرار بده، باز هم یک تناسب خواهد داشتی. ما بختره که امین گپ بر ثبوت بکنم، یک دانه تناسبی جا نوشته میکنم، تو 3 6 دو دو ما 4، این یک تناسب است. بختره که ثبوت شو، یک شخ خودت کار کن، ما دو میشه کار میکنم در مخرج، یا از هم دیگر تفریق میکنم، ای بس خودش باشه، یعنی سه خودش است، سه را ازش دور تفریق میکنم، سه را ازش دور تفریق میکنم، در مخرج میمونم. این مساوی به حالت است که 6 خود شبانی از 6 4 تفریق بکنی. خب پیش که بری، 3 بر از 3 که 2 بره میمونه 1، 6 بر از 6 که 4 بره میمونه 2 دیگه. حال یک اختصار میکنم، 1 2 2 3 2 6، 3 بر 1 3 بر 1، خیراستی که امیگه درست است، تناسب باز هم وجود داره. جمعش هم کار کنی، در صورت هم کارش بکنی، باز هم عین گپ است، تناسب از بین نمیره، یعنی دو نسبت همیشه که یکی دیگه مساوی باقی میمونه. سوال بعدی گفته هرگاه در یک تناسب مخرج ها را با صورت ها جمع و در صورت تناسب قرار بدهیم و مخرج ها را از صورت تفریق نموده در مخرج قرار دهیم، در نتیجه باز هم یک تناسب خواهد بود. a بر b مساوی به c بر d، یک دانه تناسب است، a را جمع b کردیم در صورت، a را منفی c کردیم در مخرج قرار دادیم. در دو تناسب امت یک کار کردیم، باز هم تناسب وجود داره و میجه b است، ای c نیست که اشتباه نشه از پیش ما شما. خب داریم که 3 بر 2 مساوی به 2 3 6 2 2 4، باز هم یک دانه تناسب است. این نمی کاری که اینجا کردم، اینجا سرش عملی میکنم که ثبوت کنم که میگه راست است، یعنی به تو ثبوت میخوایم کنم. خب 3 جمع 2 بر 3 منفی 2 مساوی آیا خواد بود یا تناسب وجود خواد داشت؟ اگر ما بگیریم 6 جمع 4 بکنم و 6 ازش 4 تفریق کنم، پیش میریم 3 جمع 2 میشه 5، 3 منفی 2 1، آیا مساوی خواد بود به 6 جمع 4 که میشه 10 و 6 منفی 4 ما میشه 2. اختصار کن، 1 2 2 5 2 10، 5 بر 1 5 بر 1، خی دو طرف نسبت ها که یکی دیگر مساوی شد، خی یک دانه تناسب تشکیل داد. های راستی هم میگه درست است. گفته هرگاه چندین نسبت با هم مساوی باشه، که یعنی چندین نسبت که یکی دیگر مساوی است، یعنی یک تناسب مرکب باشه، و در این حالت تمام نسبت ها مساوی به یک عدد مانند n باشه، در این حالت اگر صورت ها را با هم جمع کنیم در صورت و مخرج ها کنیم، در صورت و مخرج ها را با هم جمع کنیم در مخرج همون کسر قرار بدیم، این کسر جدیدا حاصل شده مساوی به n خواهد بود. ببین a b c d e f g کلشان مساوی به n هستند، صورت های زیاره a c e g کلش جمع کرده در صورت مونده، مخرج ها را b d e f h کلش جمع کرده در مخرج مونده، بازم که یار ساده کرده مساوی به n شده. ما برات یک مثال میتم، 3 بر 2 مساوی به 2 2 3 6 2 2 4 دیگه ایش تشکیل بتیم، 2 6 12 2 4 ما 8، کل از یا حتما مساوی به یک عدد خواد بود، 3 بر 2 ره که به اشار تبدیل کنیم میشه 1.5. خب حالا من میگیرم کار میکنم که صورت ها را کلش جمع میکنم، 3 جمع 6 قرآن زده جمع 12 بر 2 جمع 4 جمع 8 بدبخت. خب یا تمامشان باید مساوی به 1.5 شوند، یا بگیم میشه بگیم پس باید کلشان مساوی به 3 بر 2 شوند. چک میکنیم که میگه میشه یا نه. خب 3 جمع 6 میشه، بیایید یک کار کنیم، 6 و 2 میشه 8، 8 18 البته 18 19 20 21، اینجا چند شد؟ شده 21 بر 8 4 12 13 14 دیگه. این حال من اختصار میکنم، 2 هفت 14، 3 هفت ما 21، بازم مساوی به 3 بر 2 شد که 3 بر 2 ما بازم مساوی به 1.5 است. خی امو که مکمل مساوی به 1.5 شده بود، مجموع از اینمی هم مکمل مساوی به 1.5 میشه. خی امی گپ راستی درست است.
ای بود یک افدان خاصیت تناسب که ختم شد. حال عنوان دوم که دریافت جز نامعلوم یا مجهول تناسب صوره کار خواد کردیم. خواه گفته دریافت جز نامعلوم یا مجهول در یک تناسب بخاطر دریافت جز نامعلوم از روی سه جزی که معلوم است جز نامعلوم را به کمک خواست تناسب دریافت می نماییم. ها قبل از اینکه من این سوال حل بکنم یک چیز بسیار مهمه به یادت بی یک نوت مهمه نوت مهم باید به رنگ سرخی نوشته کنم چون مهم است نوت به رنگ سرخی نه. اگر تو مساوات داشته باشی این طرف یک چیز علامش مثبت باشه این طرف رویش کنی او علامش منفی میشه یا در دست راست باشه در دست چپ رویش کنی منفی باشه مثبت میشه سرچپی از میگه پام درست است از دست چپ مساوات به دست راست روی کنی مثبت و از دست راست به دست چپ بی پس منفی میشه اگر یک چیز در ضرب باشه این طرف رویش میشه تقسیم برعکسش هم حتما درست است تقسیم باشه این طرف روی بکنی ضرب میشه و یا اگر ضرب باشه این طرف روی بکنی تقسیم تبدیل میشه ای یک مسئله یک چیز اگر در صورت باشه او طرف روی بکنی میره در مخرج و یا از مخرجی طرف بی میره در صورت همچنان سرچپی ازی هم درست است که یک چیز ای طرف ببری در صورت میره او طرف ببری از مخرج میره در صورت این نوت مهمه همیشه یادتان داشته باشین ای به دردتان میخوره اگر ما داشته باشم مثبت یک مساوی به یک حرف مثلا پی این مثبت یک او طرف روی بکنم چون علامهش مثبت است او سون که بره علامه ازی منفی جور میشه خی سه پی خودش بود مثبت یکی طرف رفت این منفی یک شد یا اگر فرض مثال اینی منفی یک این پسی طرف بیارم سه منفی یکی سون بیارم میشه مثبت یک پی یک موضوع اگر یک چیز باشه که سه بر دو مساوی به مثلا ان باشه اینی دو در مخرج است ایسون بره میره در کجا در صورتش میره ان عدد که مخرج نداشت مخرجش یک است نی ان بر یک اینی می دو در حالت ضرب در کجا رفت اونه در صورت رفت و همچنان اگر صورتی ایسون بیاریم پس میره در کجا در مخرج یا اگر تو یک چیز باشه که سه ضرب در پنج مساوی به پی فرض مثال باشه اینی پنج که سه در حالت ضرب است اوسون بره اینی پنج مه در کجا در مخرج یا بگیم در حالت تقسیم مه خب هر صورتش حالا میریم به طرف حل از این سوال اینی اکس قیمتش هم میخوایم پیدا بکنم یک تناسب است ولی یک جزش نامعلوم است اینی دوازده در مخرج است یا بگویم ده حالت تقسیم است اوسون بره میره در صورت یا حالت ضرب خی دو اکس ما تنها میشه یک اوسون رو ای بکنیم هفت بر شش خواهد سابق بود اینی دوازده آمد در کجا ده صورت چی میشه؟ ضرب میکنه خدا سیست؟ خی اکس ما مساوی است به یک شش شش دو شش ما دوازده دو هفت ما میشه چارده بر یک چارده بر یک هم چی قبول کردیم؟ چارده خی پس اون جز نامعلوم از اینمی تناسب چی است؟ چارده است باز هم اگر نفهمیدی یک چانس وجود داره که یاد بگیرین دیجا متوجه شو x در مخرج است بخاطر من x تنها بکنم از کارهای مختلف استفاده کرده میتونم میره به دو طریقه کار میکنم طریقه اول چی میکنم طرفین ضرب وسطین میکنم این طرفین که 4 ضرب در 3 است مساوی خواهد بود با حاصل ضرب وسطین نی ما خوانده بودیم x ضرب در 2 4 3 ما میشه 12 2 ضرب در x ما میشه 2x اینال چی میکنم ایده سرچپه سر راسته اگر نشتش کنیم دو اکس مساوی است به دوازده ایره در جای زین آمدم نشته کنم یه توش دادم ترازو که تاو بته خب بازم همون ترازو است وزن ماست و وزن یک کیلو کم زیاد خونه میشه نی خب اینی دو که در اکس در صورت است مخرج نداره مخرجش یک است در صورت است اینی دو او طرف روی شه حتما در کجا میره در مخرج میره یا بگویم در حالت ضرب است این طرف به مه در حالت تقسیم خب اختصارش که میکنی یک دو دو شش دو ما دوازده اکس ما مساوی میشه شش خی اینه جواب سیزی این رای اول بود رای اول یا طریقه اول هر دو طریقه را یاد بگیرین انشالله که به دردتان میخوره بفایده نیست خب رای دوم رای دوم چطور پیدا میکنی ما در تناسب خوانده بودیم پیشتر خود طرفین وستن کردیم آله یک کار دیگه میکنیم رای دوم چه رقم است که اطراف چی میکنی که دیگه دیگه معکوس میکنی ما گفته بودیم در تناسب اطراف معکوس بکنی هیچ مشکل نیست بازم تناسب است 4 بر x تبدیل میشه x بر 4 2 بر 3 تبدیل میشه 3 بر 2
حال چی میکنم؟ اینی 14 مخرج است. اوسون بره میره ده صورت خیانشته میکنم. x مساوی است به 3 بر 2 خودش باشه. اینی 4 ده مخرج بود. حال آمد ده کجا؟ ده صورت. چیست؟ دالت ضرب آمد. حال خوب دقت کن. 4 مخرجش چیست؟ یک است. حال نشته میکنم که 1 2 2 2 2 4. در نهایت چی مان؟ 3 ضرب در 2. x ما مساوی 3 2 ما میشه؟ 6. خب پس به هر طریقه پیش بری به عین جواب انشاءالله که میرسی. سوال بعدی ایرام زود کده ما به دو طریقه کار میکنم. طریقه که بیشتر به طریقه اول کار کرده بودیم رو هم کار میکنیم. طریقه دو. خب معکوس میکنم اطرافه. معکوس میکنم x بر 2 میشه از خواص تناسب دیگه استفاده میکنیم و اوگپایی که بیشتر ما گفته بودیم 21 بر 6. اینی دو در مخرج از اوسون برم میره در صورت میشه 2 ضرب در 21 بر 6. یکان تا ایسون کسر نشتش میکنه یکان تا اوسون هیچ فرق نداره. مخرج از 1 است 1 2 2 3 2 6 1 3 3 7 3 21. خیلی ما جواب آخرش هم میگم که x مساوی است به 7 دیگه. به طریق دیگه اگر کار بکنی طرفین ضرب وسطین میکنی. طرفین وسطین ضرب میکنی که دیگه مساوی قرار میدی. 2 ضرب در 21 مساوی است به x ضرب در 6. خب اینی 6 در این طرف است که x بیا سرچپه نشته میکنم کلش یعنی دی روی نشتهش میکنم. x ضرب در 6 مساوی است به 2 ضرب در 21. 6 در حالت ضرب است ما در کجا در حالت تقسیم بر 6. خب 1 2 2 3 2 6 1 3 3 7 3 ما 21. حالا دارم که x مساوی میشه به 7. خیلی اینه به هر طریقی که پیش بری باز هم عین جواب به دست نه. ولی هر دو طریقه را یاد بگی تو در معادلات کمک میکنه، در الجبر کمک میکنه، حتی در ریاضیات عالی کمک خواهد کرد. سوال دیگه باز هم من میخوایم که پیدا بکنم قیمت x ها. چی میکنم؟ دلت طریقه های مختلف از دیگه. ما اول یک سرچپه ای را نشته میکنم. x بر 40 مساوی است به 5 بر 8. من خوشم میام x در طرف چپ باشه چون ریاضی سمت چپ شروع میشه. خب حالا اینی 40 در مخرج است اوسون رویش کنم در صورت میره. خیلی خواد داشتم که x مساوی است به 40 ضرب در 5 بر 8. 1 8 8 5 8 ما 40. حالا x ما مساوی است 5 ضرب در 5 بکنم 25 بر 1 میشه که از کسرا میفهمی که 25 قبلش میکنی. سوال آخری است از دریافت جزء نامعلوم تناسب. هر رقم دلت کار میکنی یگان تا میگیرن اولی رو سر راست نشته میکنن باز معکوس میکنن باز مخرج او طرف روی میکنن در صورت یگان تا طرفین وسطین ضرب میکنن. هر رقم میکنی مشکل نیست. ما یکی از طریقه را اینجا استفاده میکنم. ما اول این طرف در جایزی نشته میکنم رو در جایزی 6 بر m مساوی است به 3 بر 5. حالا اطراف چی میکنم؟ معکوس میکنم میشه m بر 6 مساوی است به 5 بر 3. اطراف شده معکوس. حالا اینی 6 در مخرج است او طرف برم میره در صورت دارم که 6 ضرب در 5 بر 3. 1 3 3 2 3 6 m مساوی است به 2 5 ما میشه 10. خیلی اینی نه جواب صحیحش است. خب آمدیم سر انواع تناسب. تناسب به طور مجموعی نظر به ارتباط گرفتن دو زانه نسبت به دو حالت تقسیم میشه. یکی تناسب مستقیم است و دیگه تناسب معکوس. تناسب مستقیم بسیار ساده، یک کمیت خود زیاد بکنه کمیت دیگه هم خود چی میکنه؟ زیاد میکنه. وقتی یک کمیت خود کم کرد کمیت دیگه هم خود کم میکنه. بسیار ساده براتون مثال میدم. نان خشک زیاد بخر قیمتش هم خود چی میکنه؟ بالا میکنه. نان خشک زیاد قیمتش بالا خواهد شد. یک تا نان بخری 10 روپه، 10 تا نان بخری 100 روپه. صحیح است؟ اگر نان خشک کم بخری کم قیمتش هم چی میشه؟ کم میشه. این میگه تناسب مستقیم. تناسب معکوس تناسب است که یک کمیت وقت زیاد میشه دیگه کمیت خود برعکس کم میکنه. و یا اگر خود یک کمیت کم ساخت دیگه خود پس چی میکنه؟ زیاد میکنه. یعنی یکی بالا رفت دیگه تو پایین میره، دیگه پایین رفت پس دیگه بالا میره. مثال ما برات میگم، میخوای تو یک تعمیر آباد بکنی کارگر زیاد بیار،
کارگر که زیاد بری زود کار اجرا میشه، وقت چی رو میره؟ کم میره، زمان کم میره. یا بگی گشنگی کو کارگر کم بر که باش که زیاد پیسه مصرف نه، وقت چی میکنه؟ زیاد خواد گرف. حالا یک نفر کارگر بیاری، یک تعمیر مکمله خوب زود رنگ میتونه، یا 100 نفر کارگر، یک نفر زیاد وقت میره، کارگر خیلی کم است وقت زیاد. این حال کارگر زیاد کو وقت چی میره؟ کم میره. این رقم یک تناسب تناسب معکوس میگن. دیگه مثال میگم، یک آدم میده دویدن زیاد میکنه، دویدن زیاد بکنی خستگی زیاد پیدا میکنی، دویدن کم بکنی خستگی هم کم میکنی. بین زی دو کمیت تناسب مستقیم است. مثال دیگر شما متوجه باشین، واردات موتر، موتر زیاد وارد شده بازار، موتر زیاد به زیاد وارد بکنه موتر فروش ها، قیمت موتر چی میشه؟ پایان میاد، کس نمیخره، زیاد میشه موتر. ولی اگر واردات کم باشه، بسیار کم موتر به، قیمت موتر چی میشه؟ بالا میره. مثلا نو که حکومت سقوط کرده بود، دو سه ماه بعد از سقوط حکومت یا بگم تغییر رژیم در افغانستان، موتر کلی میخواست بفروشه، یک دفعه واردات موتر در بازار زیاد شد، قیمت های موتر چی شده بود؟ پایان شده بود، هیچ کس نمی خرید. اینمی حالت هم حالت چی است؟ تناسب معکوس است. یک مثال دیگه میگم، یک شاگرد زیاد درس میخونه، نه طبعا نمره امتحانش هم بالا میره، شاگردی که کم درس میخونه نمره امتحانش هم پایان میره. خب پس بین زیاد تناسب مستقیم است. حالت دیگر تو متوجه شو، در موتر هستی، سرعت موتر وقت زیاد میشه، مسئولیت چی میشه؟ پایان میره. امکان داره که تو هر لحظه تکر بکنی، خطر جانت بالا میره. اگر سرعت موتر کم باشه، هم تو نرم و گرم بیری، مسئولیت هم چی میره؟ بالا میره. خب امیدوار که چیز درک کرده باشین از این تشریحات ما. ای بود معرفی تناسب انواعش و دریافت جزء مجهول تناسب. فقط اینی چند دانه مثالک هست، اینا را کار بکنین، جزء مجهول در تناسب باید پیدا بکنین.